سلام به همه امیدوارم که حال همتون خوب باشه امروز توی ساکر پادکست میخوایم به خط دفاع یوونتوس توی این فصل اشاره بکنیم خط دفاعی که خیلی موفق بوده توی این فصل و یوونتوس تونسته نتایج خیلی خوبی رو با مربی جدیدشون تیاگو موتا بگیرن تیاگو موتایی که بعد از رفتن آلگری به تیم اضافه شد و تونسته بود فصل قبلش هم با بولونیا سهمیه چمپیونز لیگو بگیره اما اگه برای اولین بار ما رو میبینیم ما راجع فوتبال اروپا و فوتبال ایران صحبت میکنیم اگه دوستای ما رو سابسکرایب کنین علامت زنگوله رو بزنین که ما هر موقع اومدیم لایو ریاکشن به بازی حساس یا برنامه توی یوتیوب آپلود کردیم خودتون خبردار بشین بریم که بررسی کنیم یوونتوس امسال و مخصوصا تو بخش دفاعی یوونتوس با موتا یه تیمیه که بیشتر صاحب توپه و خب این صاحب توپ بودن باعث میشه که کمتر توپ لو بده و اونا کمترین میزان از دست دادن توپ تو هر 90 دقیقه توی سریا با رکورد 70 ممیز 19 ثبت کردن که آمار خیلی فوق العاده است برای تیم موتا و اونا بیشتر موقع توپ دارن به خاطر همین مقایی که خب صاحب توپان طبیعتاً تیم حریف کمتر صاحب موقعیت میشه و علاوه بر اون موقعی که توپا دست میدن خیلی پرواکتیو عمل میکنن یعنی س... تلاش میکنن که سری برن توپو بازپسگیری بکنن و با 75 تا بازپسگیری توپ توی سری آ یکی از تیمای خوبن و این نشون میده که موتا تیمش موقعی که توپ و از دست میده سعی میکنه سریع فشار بیاره تا فرصت ضد حمله رو برای تیمای حریف محدود بکنه و قدرت بازیسازی و بیلاپا تیم تیمای حریف بگیره خب تو این تصویر اولی که میبینین میتونیم یه ایده بگیریم از نحوه بازپسگیری توپ یوونتوس که حالا تو این تصویر با توجه به اینکه مهاجم نوکشون جلو مونده این امکانه برای خط آفک فراهم میاره تا یکی از بازیکنها توی خط آفک بره روپای کسی که صاحب توپه و بقیه بازیکنها مارک کنن کسایی که اون بازیکنی که صاحب توپه آپشن داره بهش پاس بده یعنی الان توی این تصویر نگاه بکنین که بازیکن یووه داره میره به سمت بازیکن صاحب توپ و دو تا بازیکن دیگه یوونتوس که تو خط آفکن دارن تلاش میکنن که مارک بکنن و همونجا بازپسگیری تو پنجام بشه و به خاطر اینکه مهاجم نوک یوونتوس بالاه و نزدیک به دفاع وسطه یک کمی هم آپشنای بازی رو به عقب حریف و محدود میکنه و در نهایت اونا مجبور میشن به دروازبانشون یا به یه دفاعی که عقبتر از توپه پاس بدن که این باعث میشه که دوباره تحت فشار قرار بگیرن حالا همینطوری هم که تو عکس شماره دو و چه میبینی در واقع همون مسئله شک گرفته موقعی که یوونتوس تیم حریف رو مجبور میکنه که رو به عقب بره و در واقع یوونتوس با یه مهاجم و سه تا تهاجمی پشت سعی میکنه که پرس و روی تیم حریف توی زمین خودشون بیاره که این باعث میشه که حالا تو بعضی از وقتا تیم حریف دچار اشتباه بشه و توپو طبیعتا از دست بده و اگرم دقت کنی لوکاتلی هم اینجا اضافه شده از خط حالا هاف بک که حالا تو بخش دفاعیشه تو بخش دابل پیوت تییاگو متاسش اضافه شده که عمل پرسینگ رو بهتر انجام بدن و همینطوری که میبینی الان تمام آپشنایی که اون بازیکن داره تقریبا مارک شدن و بازیکن یوونتوس مد نظرشون قرار دارن مگه اینکه اون بازیکنه بخواد یه پاس عجیبی بده و خب هر بازیکنی هم این کیفیت رو نداره که بخواد پاسای خط شکن بده خب بریم سراغ عکس بعدی عکس بعدی عکس خیلی مهمیه نشون میده که تیم موتا یه کامپکت مید بلاکی بازی میکنه که در واقع 4 چاریک که فاصله بین مهاجم نوکشون که حالا مثلا ولاهوویچه با خط دفاع خیلی کمه و یه تیم کامپکت رو شکل میدن حالا فاصله بین ولاهوبیش و خط هافبک باید کم باشه که اجازه بازی از طریق خطوط نده یا اینکه مجبور کنن مدافعان حریف رو که پاس تو اونقدر طریق این ها بدن بین این هافبک ها یوونتوس منظوره و اون بازیکنی که اون وقت شماره شیشه نقشش خیلی مهمه توی این مید بلاکی که شک میگیره چون که مسئولیت اینو داره که اون فضا رو پر کنه یعنی در واقع چهار یک اون یکی که توی عنوان حالا توی این کامپکت مید بلاک به عنوان دفاعی مثلا میتونیم در نظرش بگیریم نقشش خیلی مهمه چون که اون پاسای عمقی که میدن بازیکن حریف و وظیفش این داره که اگه از اون چهار نفر رد شد این بازیکن بتونه قطع بکنه و خب این خیلی شانس رو به یووه میده که همونجا باعث بشه که تو پا کنه حریف بگیرن اگه بخوام پاس تو عمقی زمینی بدن چون که یه عرض خط هافبک چهار نفره دارن که خب خودش خیلی تاثیر گذاره و نکته دیگه هم که داره اینه که باعث میشه که حریف وقتی این بلاک خط هافک و مهاجم و جلوی خودش میبینه و هافک دفاعی پشتش رو سعی کنه که ببره رو به عقب بازی بکنه و دوباره بیلا پا پایین بخواد چک بده و اینکه اینا فورس میکنه حریف که رو به عقب بازی بکنه باعث میشه که تیم بیاد بالا یعنی یوونتوس بیاد بالاتر پرس سنگینتری و ارائه بده تو زمین حریف و اینجوری بتونه توپ بکنه و اگرم تو پاد دست میده فرصت ریکاوری داشته باشن چون تو زمین خودشون مثلا جوره دواز خودشون تو پاد دست و این نکته مهمیه و نکته دیگه هم راجع به همین چاریک چاریکه اینه که خب ما میبینیم که مثلا الان خطافک به نسبت نروه حالا نرو به معنای باریک ما یه ای آیتم هم ضبط کردیم اصطلاحات فوتبالی رو توی کانالمون تو قسمت پلیلیست تئوری فوتبال توضیح دادیم میتونین از اونجا اگه صحبتی رو من میکنم و متوجه نمیشین اونجا بیشترش رو سعی کردم توضیح بدم و داشتم میگفتم خط خطافک با اینکه که نروه بر اینکه میخواد تو رو بگیره ولی عوضش خط دفاع چهار نفره به صورت حالا تقریبا عجیبی بازه یعنی خط دفاع یوونتوس ارزش از خط هافکش تو این حالت مید بلاکشون بیشتره که این باعث میشه که دفاع چپ و راست یووه بتونن وینگرهای حریف رو مارک بکنن که حالا حریف نتونه از طریق پاسهای بلند به گوشه زمین توپ رو بالا بیاره و اونا بخوان شیفت بکنن و روی یووه و روی دروازه یووه خیمه بزنن و این حالت ارز دفاع خیلی مهمه که البته مشکلی داره باعث میشه که فاصله بین د... مثلا دفاع راست و دفاع وسط راست یعنی اون فضای هف اسپیس که ما تو آیتم هف اسپیس هم توضیح دادیم خالی بشه ولی خب یووه به کیفیت دفاعش تو این زمینه به نظر من اعتماد کرده و خب با تعجب کیفیت مهاجمای سری ها که حالا به جز اون تیمای شاخصشون میتونه پایین تر در نظر بگیم و سرعت بازی و تمپوی بازی پایین تر حتی پاسام خب هافبک های جنگنده تر و فیزیکال تری معمولا توی سری ها استفاده میشن و هر تیمی توانایی نداره که یه پاس خیلی دقیق بده و اون مهاجمم بتونه که مثلا دفاع وسط یووه عبور بکنه که خب آمار دفاع فوقلاده توی این فصل خلق کردن و این نشون میده که نتونستن از این های حریف استفاده بکنن خب تو عکس بعدی هم میبینیم که یه عکسیه و یه شاتی از بازیشون مقابل ناپولی که دقیقا همین نشون میده یعنی نشون میده که یووه موقعی که تیم حریف رو فورس میکنه که بره عقب و بیلداپ بکنه بخاطر خاطر امید بلاکی که گفتم بهتون بعد میره پرس میکنه یعنی اینجا موقعی که یوونتوس پرس رو تریگر میکنه و میره به سمت اینکه حریف رو به اشتباه بندازه و سعی کنه ازش توپ بگیره یا موقعی که کلا حریف سعی میکنه بیلداپ رو از نزدیک دروازه خودش شروع بکنه و تمام مراحل و فازهای بیلداپ انتقال از دروازه به دفاع دفاع به هافبک هافبک به مهاجم این ترتیب رو رعایت میکنه معمولا یوونتوس روی این حریفام فشار میاره که بتونه بازپسگیری توپ داشته باشه با توجه به کیفیت خوب بازیکناش خب نکته آخری که راجع به تیم موتا میخوام بگم اینه که خب موتا فصل پیش یه ترکیب عجیبی رو با بولونیا انجام میداد که حالا معروف شده به دو, دو یعنی از استفاده کردن گلر تو فاز و کنار مدافع وسط قرار گرفته ولی خب تو یوونتوس با اینکه اولاش تصور میشد که این کارو میکنه تقریبا این کارو نمیکنه و 4 استفاده میکنه با یه دابل پیوتی که لوکاتلی و توران بازی میکنن و خب خیلی نقش مهمی دارن و جالب بدین که هافک های دفاعی یوونتوس تو زمین خودشون کم برای قطع توپ و توپگیری حالا به صورت مشخص اقدام میکنن به خاطر اینکه اگه نتونن قطع توپ انجام بدن یا دیریب بخورن اون فضا خالی میشه برای تیم حریف و تیم حریف میتونه از اونجا به, یو، به یوونتوس ضربه بزنه البته خب این باعث میشه که یوونتوس هم یکمی دیرتر توپ بگیره ولی خب یوونتوس معمولا اصلا فرصت اینو نمیده که تیما خیلی بیان تو زمینش و بخوان خیمه بزن حالا بستگی به قدرت اون تیم هم البته قطعا داره یه نکته آخرم راجع به همین دابل پیوت بهتون بگم بچه ها که این دابل پیوتی که بهتون گفتم خیلی اهمیت داره برای یوونتوس حتی تو بخش همون پرسینگی که توی اول ویدیو داشتیم راجع به صحبت میکردیم به خاطر اینکه این بازیکنان بازیکنانی که به خط هافبک اضافه میشن و بعضی وقتها خودشون هم مستقیم میرن توپو بگیرن که این باعث میشه که اون بازیکنی که صاحب توپه از این فضای خالی که این هافبک ها مثلا جدا شدن از پوزیشنشون و رفتن توپو بگیرن بخوان استفاده کنن ولی های دیگه یوونتوس میان اون فضا رو پر میکنن و بیشتر تیم موتا راجبه موومنت صحبت میکنه تاکتیکش و پر کردن فضاهایی که خالیه حالا توسط هر کسی اولویت با اینه و ان لحاظ خطا کردن هم تیم موتا که یکی از تیمایی بوده که کمترین خطا رو توی سری ها انجام داده که این خب خیلی تاثیر میذاره برای تیم موتا چون باعث میشه که خب کمتر توپو به حریف بدن و یه کمی ان لحاظ منتالی حریف نتونه وقتو بکشه جلو تیم یوونتوس که خب فیوریته و من فکر میکنم که فصل خیلی خوبی و تا اینجای سری آ با موتا شروع کردن حالا میخوام برای من شما تو کامنت ها بنویسین که به نظرتون یوونتوس این فصل رو چجوری تموم میکنه و اگرم این محتوا رو دوست داشتین سعی کنین به 150 تا لایک برسونینش که ما از این محتوا بیشتر برای شما توی کانالمون تولید بکنیم دمتونم گرم ممنونم خداحافظ